بچ قراره توی این ویدیوی زیبا از تصویری که دارید مشاهده میکنید لذت ببریم و قراره کوه دماوند رو با رشته کوههای هندوکش که بلندترین قله نوشاخه، بلندترین قله‌اش هم نوشاخه، اسمشو به صورت مستعار میگیم نوشاخ و دماوند. این دو تا کوه واقعا محشرند و حرف برای گفتن دارن. دماوند واقعا حرف برای گفتن داره توی ایران و ارتفاع اون نسبت به نوشاخ کمتره. یکی از زیباترین قله‌های دنیا به خاطر اینکه تک قله است. ارتفاع قله دماوند 5691 متر سطح دریا. بلندترین قله رشته هندوکش داخل افغانستان هم 7700 خورده ای که نوشاخ میشه، چون هندوکش خیلی چیزه. یعنی زیاد صحبت نمی‌کنیم، میریم با هم دیگه این داستانو تجربه کنیم. مهم اینه که ببینیم و لذت ببریم، تو لحظه ببینیم چی به چیه. و قبل از اینکه بریم این ویدیو رو ببینیم، کامنت این ویدیو رو با هم دیگه بخونیم. رفیقمون ایزاک الکساندر گفته چه اسم کول و باحالی. خیلی باحالید بچه‌ها، خیلی می‌خندم با برنامه‌هاتون. واقعا استعداد دارید و ادامه بدید. شک نکنید در مدت زمان چند ساله میلیونی سابسکرایب می‌گیرید با سه تا فایر خفن. از دلی مرسی، از تک تک تو مرسی، از این کامنت انرژی بخشت. واقعا کامنتاتون به ما انرژی میده. پس قبل از اینکه بریم ویدیو رو ببینیم، ممنون میشم همین حالا یه کامنت، یه قلب یا هر چیزی که می‌دونید برای ما بفرستید. دوستتون داریم. بریم با هم دیگه ویدیو رو ببینیم. برعکس لینک اورجینال دو تا ویدیو تو دیسکریپشن اگه خواستین برید حمایت کنید کانالشون رو. بریم که داشته باشیم. اول قله دماوند که واو. خیلی حال میکنم بچه‌ها این قله. اگه ندیدید ببینید. این رفیقم فکر کنم زحمت داستانو گرفته. از دور که مشاهده میکنی واقعا تک قله بودنش اصالت کوه میتونی توش در بیابی. چنل اینستاگرام کوه نوردی بچه‌ها واقعا لذت داره. واقعا لذت داره. به یه ارتفاعی از قله دماوند که میرسی اکسیژن یکم کم میشه. تو هر کوهی که برید بهش میگن نقطه مرگ یه جورایی. خب نه اینجوری این نقطه مرگ آنچنان نهر مثل اورست به 7000 متره. آره ولی بازم خودش اکسیژن میگیره. به 7000 متر جوریه که مثل این که روی تردمیل داری میدوی و با نی داری نفس میکشی. داستانش اینه. خیلی ترسناکی. بکنم زمان آتش فشانی بود. آره کوه آتش فشانیه دیگه. مگه نمیبینی سوراخشو؟ آره سوراخشو دیدم الان خاموش شده. یه لحظه آره. بخواستم اینکه آتش فشانی یادم اون چیز تو افتادم. آتش نشانی. نه آره آتش نشانی. آره آتش نشانی. آتش نشانی سلام بچه، اینجا یه قسمتی که وای میستن استراحت بکنم و بهترین آب آشامیدنی ایران از دماوند میاد. زنده میشی تازه. بریم تو رشته کوه هندوکش برعکس. این حالت سه بعدی داره این ویدیویی که الان داریم می‌بینید. آخه از نوشاخ زیاد ویدیو نگرفت. از ساحه غربی این قسمت نوشاخه. چون مرتفع‌تر هم هست، سخت‌تر هم دسترسیش هست. اصلا کلاً سوال عبور دیگه برای همین هر کسی نتونه استفاده کنه. دماوند باز یه مقدار آسونه. می‌بینی چه رشته کوه خوفناکی داره برعکس. آره یعنی این سه بعدی که داریم می‌بینید در حد واقعیته. هم واقعیت تقریبا. آره تکنولوژی خیلی پیشرفته. خیلی از چشما اونجا داریم میبینیم ما. چقدر جالبه که ما الان شما مثلا داریم با یه گوشی این کوه ها رو میبینیم. خیلی از راه دور داریم این طبیعت رو میبینیم. یه گروه از افغانستان تونستن نوشاخ رو فتح کنن. تعداد خیلی کمی تونستن این کار کنن. کار شاخیه واقعا. خیلی کار شاخیه. جرأت. من یه دختر دیدم که فتح کرد. آره یه دختر 18 ساله است. بامیان الان البته بیشتره. موقع اجلسه. آره. اون موقع مهمه. زیبایی‌های کوه برای کسایی که خیلی دوست دارن. بچه‌ها کوهنوردی کنن بنویسن. کوه چالش داری ها. یعنی یکی یه کوه نورد براش چالشیه که بخواد اینجا بره بالا. شما بعد از دیدن این ویدیو داستان سوال عبور بودن افغانستان دیگه بهش کامل پی میبری. بعد این داستان رشته کوههای هندوکش دلیل اصلی که خیلی از کشورها نتونستن افغانستان رو فتح کنن سلطه داشته باشن و اینا رو این بوده. همین کوه بوده. همین کوهاست که هیچ کی جرأت نداره اصلا این همچی تصویری رو میبینه از فکرش میاد بیرون. اصلا هوایی هم نمیتونن بیان. هوایی که بابا یعنی هواپیما بخواد بیاد بیرون. من توی ویدیو دیدم داش میگو هواپیما باید به چرخو بیاد. به چرخ اینو سوختش اونجا تموم میشه. سوخت اصلا خیلی خطرناکه. دریایی هم نمیتونن. هر هواپیمایی هر خلبانی جرئت نداره بیاد اینجا. آره دریایی هم نمیتونن بیان. دریا چون نداره. دریا نداره. زمینی هم که بخوام بیان شوروی بود دیگه. فقط هوایی میتونن بیان که اون هوایی اومدن هم سخته. نمیشه اصلا به نظر من نمیشه. هیچ جوری نمیشه این کشور فتح شه مگر اینکه بیان سیاست بچینن که با دوستی بیان مثلا ازش استفاده کنن. این کارم کردن. این کارم کردن. آره. و
اون قسمت نقاط سردی که داره باعث شده که این برف هم جدی بمونن. برای همین ازای ریشه کوه رو میبینی که مثلا ارتفاعشون پایین‌تره، حالت قهوه‌ای بدون برف، یه سری بلندتره. بعد همین رشته کوه‌ای که میبینی کلی رود و کلی چشمه شامل حالش میشه. میدونی چقدر چشمه داره میده؟ کل آبای شیرین افغانستان، آبای زیرزمینیش از همین کوه ها و رشته کوه ها تامین میشه. و فکر کنم پایین ترین قله که داشته باشه رو 3000 خورده ای متره. الان این قله هایی که داریم میبینیم بچه ها همه بالای 5000 4000 و 5000 و اینجور داستان هاست. ایول ایول زیبایی عشان. میتونی بری اینجا اسکی عکس محوارهی چقدر جذابه با چقدر کار راحت تر کرده. الان اینجا که تو میبینی فکر میکنی جای ماشینه و خود اینجا یه جای سبول عبوره در رس در واقع. آره بابا خیلی این چیزایی که بعد تو میبینی ارتفاعش خیلی ها. اصلا کوه اینجا فقط کوه زده بیره بچه کوه پدر کوه کلا منطقه کوهستانی. آره. خیلی زیباست داستان خیلی جالب کرده. آدم پیاده اینجا دهنش سرویسه فکر کن وسط اینجا پیاده بودی چیکار می‌خواستی بکنی؟ هی بعد یه کوه میرفت بالا میمدی پایین میرفت بالا میمدی پایین که به یه جایی برسی به یه جایی برسی و قله دماوند یکم به نظر من فتح کردنش و رسیدن به آسان تر تا این قله. چرا؟ چون اونجا تق قله است. اینجا تو میدونی دیگه اینه دیگه. آره ولی اینجا رشته کوه های پیاپی پسرا مرتفع باشه میدونید میری بالا ولی این پیچیدگی داره ایک. مثلا تو رشته کوه هایی که در امتداد همین هندوکش بس میشن رشته کوه های هیمالیا ما همه قله های بالای 7000 متر داریم. درست اورست بالاترین قله است ولی کیتو سبول عبورترین قله است که فکر کنم چند نفر تو دنیا تونستن برن اون قله رو فتح. ولی در کل خطرناک ترین و آلوده ترین کوه اورست K2 خطرناکی خاص خودشه داره. نه دیگه خطرناک‌ترین K2 میشه. 8000 خورده به خاطر اینکه صافه. به خاطر اینکه صافه. سرچ کردم اورست. اینجوریه. واقعا یکی از خطرناک‌ترین کارهای دنیاست که بخواد بره اورست و فتح کنه. مثلا اورست تو برید داخلش یخ می‌ذاشتن تجهیزات رفته. کوه آلوده‌ایه. چرا؟ چون اونجا پر جسده. آره اون لحاظ آلوده. از یه لحاظی هم بیشتر بیا فوکوسمون رو بذاریم رو زیبایی‌های زیبایی‌هاش دیگه. تو الان بری بالای نوشاخ برعکس تو هوای تمیز قشنگ می‌تونی اورست ببینی. دقیقاً. از اورست اگه بری قشنگ می‌تونی نوشاخ رو ببینی. به نظرم اینجوری. چرا؟ چون که من تو هوای تمیز مثلا تا 200 کیلومتر اونورتر قله‌ها رو می‌بینم هوا تمیز باشه. بعد اونجا هم صد درصد هوا تمیز دیگه. راحت فکر کن بتونی اورست رو یوگا ببینی. می‌تونی مدیتیشن کنی. خفه شو بابا. بچا این ویدیویی که از رشته کوه هندوکش دیدیم سلسله کوه‌های غربیش بوده فکر کنم که تو نقشه نگاه کنی این سمت میشه. البته الان بچا فکر کنم دارم شرقو میگم. البته غرب این ور میشه. اگه دوست داری که باز از رشته کوه افغانستان مثل کوه شاباوا که توی بامیان 4300 متر یه کوه خیلی زیبا که چشمه‌ای باحالی هم داره. بعد یه چیزی راجع به زمین و اینا بهت بگم. مثلا این کوهایی که ما داریم می‌بینیم یه سریش تو زمینه. واسه اینجوری دیگه. زمینه دیگه تو هوا نیست که ما داریم راجع به کوههایی صحبت میکنیم که توی زمین مثلا سیاره های دیگه یا میبینی یه کوه هستش 12000 متر ارتفاعشه. اگه از شما بچه ها کسایی هستن که در واقع کوهنوردی میکنن قله های بزرگ تو افغانستان فتح کردن بنویسین چطور بوده تجربهاتون. از اگه مثلا به نوشاخ رفتید یا همون پایه های نوشاخ یا به کوه های هندوکش رفتید مثلا تجربهاتون رو بنویسید. تجربه خیلی شیرینی و ممکنه تجربه خیلی هیجان انگیزی رو کسب کرده باشین. خیلی ممنون میشم تجربهتون رو برام بذارید و با لایک کردن این ویدیو حمایت خیلی بزرگی میکنین از ما. شاید چند ثانیه وقتتون رو بگیره ولی این کار باعث میشه که یوتیوب ویدیوهای ما رو بیشتر به بقیه ساجست بده و بقیه از زیبایی‌های افغانستان بیشتر پی ببرن. دوستتون داریم. پیشنهاد می‌کنم این ویدیوهای ما که سفر کردیم به فاریاب زیبا یکی از سرسبزترین شاید بگم سرسبزترین شهر افغانستان رو حتما برید ببینید و یکم روی خودتون رو تازه کنید. تا ویدیوی بعدی بدرود.